آرتور 19 ساله و یک کاتولیک متعصب عضو سازمان ایتالیایی جوانه که هدف اون بیرون روندن ارتش اتریش از کشوره. آرتور شاگرد و مرید کشیشی به نام مونتانلیه. در همین حال اون دلباخته دختری به نام جمانیز هست. آرتور با فریب خوردن توسط یک کشیش جاسوس باعث دستگیری یکی از اعضای سازمان به نام بولا میشه. پس از این اتفاقات و آشکار شدن رابطه پدر و فرزندیش با کشیش مونتانلی از کشور فرار میکنه. طوری که همه فکر میکنن اون مرده. سیزده سال بعد حجب نویسی با لقب خرمگس با ظاهری عجیب و گذشته ای نامعلوم در جهت کمک به اهداف سازمان وارد حزب میشه. اون بیره ضد مذهبی دورانه سلام من گلناز هستم و در این پادکست داستان کتاب های رومانی رو واسطون به طور خلاصه تعریف میکنم. در این اپیزود قرار قسمت دوم و پایانی داستان کتاب خرمگس رو واسطون تعریف کنم. کتاب خرمگس نوشته اتل لیلیان وینیچ، نویسنده انگلیسیه. چهره خرمگس درخشانترین چهره یک مبارز واقعی در سراسر ادبیات جهان که بیش از نیم قرن قلوب انسانها را مشتعل ساخته. این کتاب به بیش از سی زبان در دنیا ترجمه شده. مترجم این کتاب آقای خسرو همایون پوره. خانم وینیچ در رمان دیگری به نام دوستی گسیخته شده به زندگی خرمگس در آمریکای جنوبی و در رمان کفشت را بکن به اجداد مادری خرمگس پرداخته است. کرمگس محققا راه به وجود آوردن دشمنان خصوصی را میدونست. در چند ماهی که به فلورانس اومده بود، سه چهارم اعضای کمیته که در ابتدا با اون موافق بودند، دیگه نظر خوبی نسبت بهش نداشتند. حملات بیرحمانه او به مونتانلی حتی ستایشگرانش رو آزرد خاطر ساخته بود. اما ظاهرا تنها کسی که به این طوفان کاریکاتورها و حجم نامه ها کوچکترین توجهی نداشت خود مونتانلی بود یک روز نشریه تحت عنوان مراسم اعلام حاملگی مریم مقدس در شهر انتشار پیدا میکنه اگرچه نویسنده امضای مشهور خودش رو که طرحی از یک خرمگس گشوده بال بود حذف کرده بود اما سبک کاملا زننده اون در ذهن اکثر خوانندگان نسبت به هویت نویسندش شکی باقی نمیذاشت. این قطعه فکاهی به شکل گفتگوی میان توسکانی در نقش مریم باکره و مونتانلی در نقش یک فرشته نوشته شده بود. فرشته ظهور جوزئیت ها رو اعلام می کرد. این قطعه پر از ایما و اشاراتی زننده بود که از یک طبیعت مخاطر جو فاش می شد. همه مردم فلورانس نیز احساس می کردن که این حجم ناجوان مردانه و نامنصفان است. با این وضع همه اونها می خندیدن. اما نیکنامی شخص مونتانلی بالاتر از اون بود که این استهزار بتونه به اون آسیبی برسونه. دو روز بعد از انتشار آن قطعه فکاهی یک روزنامه مهم مذهبی پاسخی با امضای فرزند کلیسا به مقاله فکاهی داد که حاوی یک نوع دفاع پرشور از مونتانلی در برابر اتهامات رسوا کننده خرمگس بود و در پایان خرمگس را به مبارزه می تا فقط یکی از ادعاهایش را به اثبات برسوند. قدرت این مقاله از نظر یک مدافع خاص و هنرش از نظر یک نوشته ادبی تا اون اندازه بالاتر از سطح معمول قرار داشت که بتونه توجه عده بسیاری رو در شهر جلب کنه به خصوص که حتی مدیر روزنامه هم نتونسته بود به هویت نویسنده اون پی ببره بعد از چند روز کشمکش نویسنده فرزند کلیسا اعلام میکنه که به درخواست خود موسی و مونتانلی از این مناظره دست میکشه. در اواخر ماه خرمگس به کمیته ادبی اطلاع میده که برای گردش دو هفته ای به کنار دریا میره. بعد از برگشت خرمگس اعضای کمیته جلسه ای در خصوص حکومت و مردم برای انجام اقدامات آنی و کافی جهت آسایش طبقه دهقان تشکیل میدن. در حین جلسه یک سیرک سیار از خیابون میگذشت و سر و صدای زیادی به راه انداخته بود. خرمگس دم پنجره ایستاده و غرق تماشای سیرک شده بود و اصلا به جلسه توجهی نداشت. جما متوجه تصویر تصویر ناپذیر ترسناک و بحت اون در چهرش میشه که شبیه جسد شده بود. بعد از پایان جلسه خرمگس میگه که میتونه جما رو برسونه چون میخواد به تماشای سیرک بره. جما و خرمگس خاموش در خیابون قدم میزدن که خرمگس یک برگ از گلی که در جای دکمش بود میکنه و شروع به ریز ریز کردن اون میکنه. اینکه تا این اندازه به اون شباهت داشت که بود؟ کسی که همین حرکات انگشت و همین جست های عصبی و عجولانه رو داشت. بعد رو به جما میکنه و میگه آیا مایله که سیرک سیار رو ببینه؟ جما میگه که تا حالا سیرک سیار رو ندیده. خرمگس میگه پس بهتره با هم دیگه ببینن. وقتی به سیرک میرسند سیرک اصلا برای جما جذاب نبود. خصوصا در اون یک نمایشی مربوط به یک مرد گوش پشت بود که به سختی کارهاش را انجام میداد. و مردم هم به اون میخندیدن. تمام مدت خرمگز قرق افکارش و ناراحت بود. جما غیر اون باری که مونتانلی رو در باغ خونشون دیده بود هرگز به یاد نداشت سیمای انسانی چنین بدبختی ژرف و نومیدانی رو داشته باشه. خرمگز از جما میپرسه که آیا خوشش نیمده؟ جما میگه نه و به نظرش ظالمانه است. اینکه شخصی به خاطر نواقص ظاهریش مورد تمسخر قرار بگیره و مردم این چنین بهش بخندن جالب نیست. این کار خارشمردن انسانه. و جسم انسان هر چیزی که باشه مقدسه و دوست نداره ببینه که اون رو تحقیر میکنن. خرمگس میگه که چرا در مورد روح انسان های نظر رو نداره؟ روح هم آسیب پذیره و دچار درد میشه. و هیچ راهی برای نشون دادن ناراحتیش نداره. در واقع روح لاله. صدایی نداره که فریاد بزنه و فقط باید تحمل کنه. بعد در سکوت مرگبار آهسته به قدم زدن ادامه میدن. در تمام طول شب حتی یک بار هم از خاطر جما نگذشت که به هر طریقی که هست آشفتگی خرمگز با سیرک سیار پیوند داره. بعد از کمی راه رفتن متوجه پسر بچه شیش ساله در خیابون میشن که زخمی شده بود. خرمگس به سمت بچه میره تا کمکش کنه. از اونجایی که بچه جایی رو نداشت اون رو با خودشون به خونه جما میبرن تا به زخمش رسیدگی کنن. در خونه جما بعد از پانسمان کردن زخم بچه و دادن غذای گرم تصمیم میگیرن که صبح اون روز بچه رو به نوان خانه ببرن. بچه که کمی جون گرفته بود به انگشت های بریده خرمگس اشاره میکنه و میگه آیا این اتفاق درد داشته؟ خرمگس میگه نه به اندازه چیزهای دیگه و بعد همراه کودک خونه جما رو ترک میکنه. جلسه عمومی ماهانه کمیته ادبی رسیده بود. ولی خرمگس به دلیل بیماری نتونسته بود شرکت کنه. دکتر ریکاردو به مارتینی و جما میگه که خرمگس به شدت مریضه و شب قبل رو تا صبح پیشش بوده. درد خیلی شدیدی داره که با تریاک اون رو نگه داشته. اما اجازه نمیده هیچ کس به خصوص اون دختر مجارستانی پیشش بمونه. قرار میشه که اون روز مارتینی پیش خرمگس بمونه. خرمگس جز نفس کشیدن هیچ علائم حیاتی دیگه ای از خودش نشون نمیداد. و تمام روز در حالت اقما و بیهوشی توی رخت خواب خوابیده بود. دکتر علت بیماریش رو زخم کهنه می که به خوبی درمان نشده بود و روی هم رفته سلامتی اون شدیدن در خطر بود. این زخم رو در جنگ آمریکای جنوبی برداشته بود و مسلما پس از وقوع حادثه مراقبت کاملی از اون نشده بود و جای خوشبختی بود که اصلا زنده مونده بود. ولی به هر حال آمادگی شدیدی برای التحاب داره و همچنین هر چیزی میتونه اون رو دچار حمله کنه. شب بعد از اینکه که خرمگس بحران جسمیش رو سپری کرده بود، دکتر و مارتینی هنگام ترک خونه خرمگس زیتا رو میبینن که حال ریوارز رو میپرسه و با فریاد و گریه به ریکاردو و مارتینی میگه که از اونها متنفره چون ریوارز اجازه نمیده که اون کنارش باشه ولی اونها پیشش هستن. مارتینی از علاقه شدید زیتا به ریوارز تعجب میکنه. فردای اون روز بهبود خرمگس بعد از گذروندن بحران سریع اتفاق میافته. اون روز قرار بود که جما پیش خرمگس بمونه و ازش مراقبت کنه. خرمگس از اینکه قرار بود جما پیشش بمونه متعجب شده بود زمانی که جما به خونه خرمگس میرسه خرمگس مشغول تعریف کردن خاطرات گذشتش و اتفاقهایی که برای جسمش افتاده بود و زخمهایی که در جنگ برداشته برای ریکاردو بود در تمام مدت جما یک گوشه ساکت نشسته و انگار توجهی نمیکرد ریوارز میگه بازوی چپش در اثر حمله یک یوز پلنگ آسیب دیده و بعد راجع به زیبایی اکوادور و لحظات خوشی که اونجا زندگی میکرد تعریف میکنه. بعد از رفتن مارتینی و ریکاردو خرمگس با صدای بسیار آهسته به جما میگه که اون متوجه شده که تمام خاطراتش ساختگی و دروغ بوده اما باید بدونه که برای اون هم لذتی نداره که این دروغ ها رو بگه یا از علت فلج شدن بگه. اما وقتی که انسان مجبور دروغ بگه و مردم از اتفاقاتی که به سرش اومده سوال میکنند مجبور مجبوره که داستان جالبی رو اختراع کنه. اما تا حالا هیچ وقت به هیچ کس نگفته که دقیقا چه بلایی سرش اومده. ولی الان میخواد همه چیز رو برای جما تعریف کنه. از نظر جما موجود ناخوشایند، خشن، و مرموزی که ناگهان میخواسته راز دلش رو به یک زن غریبه بگه اونم زنی که هیچ علاقه بهش نداره بسیار رقت انگیز بود از تعریف میکنه که سیزده سال پیش در لیما این اتفاق براش افتاده اونجا هر کاری از پادویی، گارسونی و تعمیرات کشتی و غیره انجام میداده یه مدت از سر گرسنگی و دربدری پیش خدمت یک رستوران بوده یه روزی مرد مستی به اونجا میاد که کلی هم توی قمار باخته بود. صاحب رستوران از ریوارز میخواد که اونو بیرون کنه. در اون موقع 21 سال بیشتر نداشته و در اثر تب شدید هم به شدت ضعیف شده بود. مرد مست یه سیخ هم راش بود و با اون هیچ استخان نشکسته برای ریوارز باقی نمیذاره. و از اونجایی که جزو اموال صاحب رستوران به حساب میومد برای اونا اهمیتی نداشت که چه بلایی سر اون اومده بلکه از این زد و خورد لذت هم می بردن. چند روزی در اثر جراحاتی که داشت بیهوش افتاده بود و وقتی که فهمیدن اون زنده است یک پیرزن بومی ازش مراقبت میکنه. اونقدر شرایط توی خونه پیرزن وحشتناک بود که بعد از چند ماه از اونجا به سختی فرار میکنه. توی خیابون ها از درد به خودش میپیچید و هر وقت که شب فرا می رسید دردش چند برابر میشد. برای همین از دیدن غروب آفتاب همیشه وحشت داره. چون غروب آفتاب به معنی شروع شدن درد فراوون بدنش بود. جما ازش میپرسه که چگونه در 21 سالگی تک و تنها در اون نواهی سرگردون شده بود ریوارز میگه بسیار ساده. در خونه خودش و در کشورش موفقیت مساعدی داشت. اما از اون گریخت چون یک بچه ای از خود راضی بود. اون در خونه بسیار مجللی پرورش یافته و اونقدر ناز و نوازش دیده بود که گمان میکرد جهان را از پنبه گلرنگ و بادام سوخته ساختند. سپس در یک روز آفتابی ناگهان پی برده شخصی که مورد اعتمادش بود فریبش داده. جما یک دفعه تکونی میخوره. خرمگس ادامه میده که به آمریکای جنوبی پناه برده و به اعماق یک دوزخ واقعی قوطه بر شده. این واقع پنج سال وحشت طول کشیده. جما میپرسه دوستانی نداشته؟ ریوارز با عصبانیت میگه که اون هرگز دوستی نداشته. بعد از اون هر کاری مثل پادویی و کارگری کرده ولی هیچکس حاضر نبوده به یه کسی که فلج و پای لنگی داره کاری بده. بعد از اون تمام کشور رو پیاده قدم میزده به امید اینکه کاری پیدا کنه چون گرسنه بوده. و از راه رفتن، داشته دیوونه میشده. به اکوادور که براش یک عذاب به تمام معنا بود میرسه. در اونجا جلوی یه سریک در اصل گرمازدگی و گشنگی بیهوش میافته. اونها مثل همون گوش پشتی که اون شب توی سیریک دیده بودند احتیاج به یک گوش پشت یا یک عجیب الخلقه داشتن تا بچه ها بتونن به اون پوست پرتقال یا موز پرت کنن. بعد از اون به مدت دو سال این کار رو انجام داده. گاهی در وسط رینگ از بیحالی بیهوش میافتاده اما مردم اون شبها بیشتر لذت می بردن. جما میسته و گوشهایش رو با دو دست میگیره و فریاد میزنه بسه به خاطر خدا بسه دیگه نمیتونم تحمل کنم بعد از مکسی جما پرده های پنجره رو میکشه که خرمگز غروب آفتاب که براش آزار دهنده است رو نبینه خرمگز به جما میگه میشه لطفا کمی جلوتر بیای و بعد دو دست جما رو میان دستاش میگیره آیا هرگز در زندگی خود مرتکب عمل ظالمانه شدی؟ جما پاسخی نمیده. اما سرش به زیر میافته و دو قطره اشک درشت بر دستان خرمگز فرو میچکه. ضمن اون که دستهای جما رو محکمتر میفشرد با حرارت به نجوا میگه اون همه بدبختی های خودش رو بهش گفته. جما میگه آری مدتی پیش یک بار اون هم نسبت به کسی که بیش از همه جهان دوستش داشته. دو دست هایی که دست های جما رو می فشرد به شدت می لرزید. اما از فشارشون کاسته نمی جما ادامه داد اون یک رفیق بود. اون دروغی رو که دربارش گفته بودن باور کرد. دروغی پیش پا افتاده و بی که پلیس از خودش ساخته بود. به عنوان یک قائن به صورتش سیلی زده و اون نیز میره و خودش رو غرق میکنه. آنگاه دو روز بعد میفهمه که اون کاملا بیگناه بوده. این شاید از همه خاطرات ریوارز ناگوارتر باشه. اگر این آب رفته به جوی باز میگشت، حاضر بود دست راست خودش رو قطع کنه. چیزی تند و خطرناک که جما تا کنون ندیده بود در چشمان خرمگس برق زد. سرش رو با حرکتی دزدانه و ناگهانی خم میکنه و دست های جما رو میبوسه جما با سیمای وحشت زده خودش رو عقب میکشه و به نحو رقتباری فریاد میزنه نکنید هرگز دیگه این کار رو نکنید شما احساسات من رو جریه دار میکنید ریوارز میگه خیال میکنه اون احساس مردی رو که کشته جریه دار نساخته جما میگه مردی که کشتم و بعد اون مارتینی رو بهانه میکنه و بعد سریع از خونه خارج میشه وقتی مارتینی به داخل اتاق میشه خرمگس رو می بینه که با لحنی سست و بیروح به خودش آهسته دشنام میداد چنان که گویی از دشنام دادن خودش راضی نمیشد چند روز بعد خرمگس در کتابخونه مشغول مطالعه بود که کتابداری پیشش میاد و میگه سینورابولا تاریخ حرکت هیئت دوپره و عبورش از اکوادور رو میخواد خرمگس از این سوال مضطرب میشه جما بعد از بررسی تاریخ به خودش میگه پنج سال و یک خونه بسیار مجلل و به کسی که اعتماد داشته فریبش داده بود و از این رو دریافته دستهاش رو روی سرش میذاره و میگه این دیوونگی محضه اونها با چه دقتی حوزچه چرا گشته بودن هنگامی که از خونه گریخته 19 سال داشته اون چشمان آبی و اون انگشت های عصبی و لرزون از کجا آورده؟ و چرا تا این اندازه نسبت به مونتانلی کی برزه؟ اگر اون رو به جای آب به سرنوشت بدتری از مرگ سوق داده باشه حس می کرد همراه خرمگز در معادن و سیرک سیار سختی دیده به تصویر مینیاتوری ده سالگی آرتور نگاه می کرد و اشک می دیخت. با خودش می گفت بیشک خدا اونقدر آرتور رو دوست داشته که نمیذاشت اون تبدیل به خرمگس بشه. همینطور که غرق این افکار بود خرمگس به دیدنش میاد. تصویر مینیاتوری رو می بینه و لحظه ای درنگ می کنه. جما ازش میپرسه درباره این عکس چه فکری میکنه؟ مادامی که اون به عکس نگاه میکرد جما چهرش رو میپایید. گویی زندگیش به حالت اون بستگی داشت اما حالتش فقط منفی و انتقاد آمیز بود جما میپرسه آیا به نظر شبیه کسی نیست؟ خرمگس با دقت بیشتری به تصویر نگاه میکنه و میگه آره چیز عجیبیه شبیه کاردینال مونتانلیه آیا عالی جناب پرهیزکار برادرزاده ای داره؟ جما میگه این تصویر دوستی است که براش تعریف کرده خرمگس میگه همون که کشتی جما یکه میخوره با چه خونسردی و بیرحمی این کلمه هولناک رو ادا میکرد جما پاسخ میده بله البته اگه واقعا مرده باشه چون هرگز جسدش پیدا نشد شاید هم مثل ریوارس به آمریکای جنوبی رفته خرمگس میگه اگر اون شخصی رو به چنین دوزخی فرستاده باشه هرگز آسوده نمیخوابید. جما هم رگه عریض و سفید توی موهای سیاهش رو به ریوارز نشون میده و میگه قطعا همینطوره خرمگس میگه برای مشورت درباره طرحی به پیش جما اومده طرحی که جویای کمک فکری و عملی جماست گروهی در پی قیام علیه اتریشی ها هستند و قراره که ریوارز به اونها اسلحه گرم و مهمات برسونه. منطقه‌ای که باید این لوازم ازش رد بشن با جما آشنا هستند. جما بعد از چند روز بررسی و فکر قبول میکنه که به ریوارز کمک کنه و به مارتینی میگه که متحد شده تا در بعضی از کارهای مرزی به خرمگز کمک کنه. مارتینی پس از شنیدن این حرف هیچ گونه تفسیری نمیکنه. اما جما بدون اینکه دلیلش رو بدونه متوجه میشه که این خبر زخم عمیقی در اون ایجاد کرده. سپس به جما میگه که این کار رو رها کنه چون این مرد خطرناک، مرموز، بیره، بیمسلک و عاشق اونه. جما یکه یک میخوره و میگه علتش رو نمیتونه واسش توضیح بده. اما اونها به یکدیگر وابستن نه به سبب تمایل و اراده خودشون اون شب جهان در نظر مارتینی بسیار تاریک می نمود. تنها گوهر زندگیش رو این موجود شاید ازش رو بوده بود. جما خرمگس رو به یک مرد جوان انگلیسی که نماینده سرویس کشتیرانی بود معرفی می کنه. اگرچه جما مطمئن نبود که اون مرد بهشون کمک کنه اما اون همه ی کارها رو به عهده میگیره. البته خرمگس به دلیل دریا زدگی نتونسته بود درباره جزئیات کار باهاش صحبت کنه. جما به یاد میاره که آرتور هم همیشه دچار دریا میشد. شب قبل از اینکه خرمگس به کوهستان ها بره، رفتنش رو به زیتا میگه. زیتا به شدت ناراحت میشه و میگه که اون مدام تلاش میکنه تا بمیره. و بعد بهش میگه آیا هرگز در عمرش زنی رو دوست نداشته که به فهم زیتا دوستش داره؟ لرزشی ناگهانی خرمگس رو فرا میگیره. نگاهی به ریوارز میندازه و میگه فیلیس بیا با هم از اینجا بریم. اونها در کنار یکدیگر خوشبخت خواهند شد. خرمگس میگه که اون زیتا رو دوست نداره. اگر هم دوست می داشت همراهش نمی اومد. چون در ایتالیا کار داره و رفقاش زیتا با خشم فریاد میزنه و میگه که موضوع رفقاش نیستن بلکه کس دیگه ای که اون بیش از زیتا دوستش داره که البته اون شخص سینیورا بولا نیست چون اونها با هم فقط درباره سیاست صحبت میکنن و بیش از زیتا بهش توجه نداره اون شخص کاردیناله خرمگز انگار که تیری بهش اصابت کرده باشه از جا میپره بی اختیار تکرار میکنه کاردینال اون از کاردینال متنفره اون بدترین دشمن ریوارزه اما زیتا میگه دشمن باشه یا نباشه اون مونتانلی رو بیش از هر کسی در دنیا دوست داره خرمگس بعد از سکوتی ترسناک میگه درسته <applause> دوستان خرمگس بهش میگن که قرار اطلاعات مخفی رو در بریزیگلا دریافت کنه چون اونجا پر از زائر برای دیدن کاردینال مونتانلیه خرمگس هم در لباس مبدل یک زائر پیر اسپانیایی که یک راهزن توبه کار بوده و مدتها پیش اوراق رسمیش رو به نشونه سپاسگزاری به اونها هدیه داده اونجا باشه این پیرمرد پسرش رو کشته و در یک بحران پشیمونی خودش رو به پلیس معرفی کرده و مجازاتش رو کشیده. مشخصات ظاهریش هم مثل خرمگز یک پای لنگ و زخم شمشیری روی گون است. در بازار مقابل قصر کاردینال شخصی پیشش میاد و میگه پدر شما ظاهر هستید و خرمگز پاسخ میده من گناهکار بدبختی هستم. و در شلوقی ها آدرس میادگاه را به خرمگس میده. اون روز نقشه همون طوری که برنامه ریزی کرده بودن پیش میره. تا اینکه موقع ترک بازار مونتانلی میاد. خرمگس برمیگرده تا اونو ببینه. با شنیدن اون صدای صاف و زنگدار دستش به لرزش میفته. خرمگس اونقدر به کاردینال نزدیک بود که میتونست دستش رو دراز کنه و اون دست عزیز رو لمس کنه. صدای نرمی میگه دوست من به حفاظ نمی آید؟ متاسفانه سرد است. قلب خرمگس از تپش باز میسته. سر بر می داره. چشمان نافذ و عمیقی که در بالای سرش بود ناگهان با دیدن سیمای اون بر اثر یک شفقت خدایی مهرامیز میشه. خرمگس در حالی که با دندونهای کلید شده و چشمان به زمین خیره مونده بی حرکت شده بود ضربه ملایم دست مونتانلی رو بر شونه خودش احساس میکنه مونتانلی میپرسه تو ظاهر هستی؟ خرمگس میگه اون یک گناهکار بدبخته شباهت تصادفی سوال مونتانلی با علامت تماس به یاری خرمگس میاد و اون در نومیدی بهش چنگ میندازه و بی اراده پاسخ میده. در زیر فشار ملایم دستی که به نظر می رسید به روی شونش می سوزه شروع به لرزیدن می کنه. کمی بعد به خودش مسلط میشه و میگه آیا آلی جناب مردی رو که باعث مرگ فرزند خود بوده می پذیرن؟ این سوال تا اندازه لحن ستیز جویانه داشت که مونتانلی انگار که باد سردی بر او وزیده باشه از اون یکه میخوره و بر خود میلرزه با لحن موقری میگه دعا میکنم خدا نیز مانند خودش اون رو هم ببخشه خرمیست دستهاش رو از هم باز میکنه و با شوری ناگهانی میگه اگر مردی یگانه پسر خودش رو کشته باشه پسری که به اون پدر عشق میورزیده و مورد اعتمادش بوده پسری که گوشت و استخونش از گوشت و استخون اون بوده پدری که پسرش رو با دروغ و ریا به کام مرگ سپرده آیا برای اون پدر امیدی به دنیا و آخرت هست؟ چه بخشایشی این کاری رو که اون مرتکب شده باطل میکنه؟ در سکوت مرگباری که پیش اومده بود مردم به منتانلی می نگرستن. عاقبت چشمانش رو بلند میکنه و با دستی که چندان پایدار نبود دعای خیر بیخونه و جمعیت رو ترک میکنه اون شب خرمگس با گیریم صبح در شهر قدم میزد و با خودش میگفت چقدر پدر تغییر کرده بود اما در صداش هیچ گونه تغییری احساس نمیشد درست مانند دوران گذشته بود اون زمان که میگفت کارینو در این افکار بود که خودش رو مقابل قصر اسقف میبینه. از اونجایی که در باز بود داخل میشه. خرمگز کاردینال مونتانلی رو در حال دعا کردن میبینه و مشغول تماشای اون میشه. مونتالی میگفت اوه خدایا پسر بیچارم. بعد حق هقه های عمیق شدید و بدون اشک فرا رسید. خرمگس فکر میکرد رنج غم فراغش تا حالا تسکین پیدا کرده اما اینطوری نبود اما چقدر درمان این زخم ها سهله فقط کافی بود پیش بره و بگه پدر این منم جما با اون رگه سفید موهاش آن معادن سیرک سیار همه جلوی چشماش بود ناگهان از جامی پره و قدم در روشنایی میذاره و میگه پدر مونتانلی بی حرکت و آکنده از وحشت مرگ با چشمانی حیرتبار بار با آهسته میگه آرتور اما بعد خرمگس رو میبینه بلا فاصله به خودش مسلط میشه و میبینه که همون زائر در بازاره میگه چه کمکی میتونه بکنه؟ اما خرمگس نمیتونه گذشته تلخش رو فراموش کنه و صلیبی رو بهش میده و میگه برای متبرک کردنش اومده و بعد از متبرک کردن صلیب از اونجا میره چند روز بعد خرمگس به خونه برمیگرده به محض ورود خدمتکار بهش میگه دو هفته پیش که رفته زیتا نیز خونه رو ترک کرده و بعد پیرزنی به دیدنش میاد و میگه که زیتا به همراه دسته کلی ها رفته تا با پسر اون ازدواج کنه بعد از رفتن پیرزن خرمگست میشینه و چهرش رو با هر دو دستش میپوشونه. ساعتی بعد جما به خونش میاد تا پیرامون پیام مهمی با اون گفتگو کنه. اما چون کسی پاسخگو نبود وارد خونه میشه. وقتی وارد میشه خرمگست رو میبینه که تنها نشسته و سرش بر سینه افتاده. خرمگست تا جما رو میبینه از جا میپره و میگه چقدر بهش احتیاج داشته و قبل از اینکه جما بتونه حرفی بزنه خرمگس پیش پاش بر روی زمین زانو میزنه چهره خودش رو در میان چینهای لباس وی پنهانی سازه سر و پاش بر اثر تشنج شدیدی که مشاهداتش ناگوارتر از دیدن گریه بود تکون میخورد جما بی حرکت میسته هیچ کمکی نمیتونست به اون بکنه اون که حاضر بود بمیره تا ریواز رو از درد رها کنه. کاش جسارت این رو داشت که خم بشه و اون رو در میان بازوانش بگیره و تنگ بر قلب خودش بفشاره و با تنش هم که بود در برابر آزارها و ستمها سپرش بشه. بیشک از اون پس اون باز هم آرتور می شد. بیشک از اون پس سپیده میدمید و سایه ها می جما گذاشته بود که زمان بگریزه. خرمگز شتابان از جا بلند میشه و به آرومی میگه از اینکه جما رو ترسونده متاسفه. جما هر دو دست اون رو در میان دستهاش میگیره تا از تشنجات اونها جلوگیری کنه و میگه اگر اکنون تا این حد بهش اعتماد کرده نمیخواد همچون خواهری دردش رو به اون بگه. خرمگس میگه متاسفانه برادر خوبی نمیتونه باشه و سرش روی دست های جما فرو میافته. پنج هفته بعد از اون جما و خرمگس به شدت مشغول کار در خصوص رسوندن اسلحه بودند که طی نامه محرمانه خبر دستگیری رابطشون رو دریافت میکنن. از اونجایی که کار باید توسط دو فرد مورد اعتماد صورت میگرفت اگرچه خرمگز توسط پلیس تحت تعقیب بود اما قرار میشه که خود جما و خرمگس این کار رو انجام بدن. خرمگس از جما میخواد ماجرا و نقشه رو به طور کامل برای مواقع تنگنا برای مارتینی تعریف کنه. چون اونها احتیاج به یک شخص مورد اعتماد از طرف دوتاشون داشتن. مارتینی به خونه جما میاد و همه چیز رو بهش میگه. مارتینی برخلاف همیشه خاموش و عبوس بود. وقتی با خرمگز تنها میشن از خرمگز میپرسه جما رو به چه کاری داره میکشونه آیا اون عاشق جماست؟ خرمگز آروم و ملایم میگه عاشق جماست اما نمیخواد با اون معاشقه کنه ناراحت این موضوع نباشه چون اون در این عملیات حتما میمیره در واقع تناب برگردنش افتاده و هنگامی که از مرز بگذره گره رو خواهند کشید مارتینی میگه اگر اینجوری فکر میکنه پس بذاره اونجاش بره چون فقدان ریوارس بیشتر از فقدان اون جما رو ناراحت میکنه اما خرماگیس میگه اگر مردن کار اون باشه باید بمیره بعد از اومدن جما مارتینی از جا بلند میشه و میگه به خونه میره تا شنل سفرش رو بیاره جما در چشماش نگاه میکنه و میفهمه که اون به منظور تنها گذاشتن جما و خرمگز این بهونه را اختراع کرده بعد از رفتن مارتینی خرمگز به جما میگه به احتمال زیاد تا قبل از اینکه یکی از اونها کشته بشه مجال یک گفتگوی آروم نخواهند داشت بعد هر دو دست جما رو محکم به دست میگیره و با نوک انگشتاش اونها رو نوازش میده جما به حق حق میافته سر بر زانوی جما میذاره و چهره خودش رو میپوشونه. جما خاموش روی اون خم میشه و دست بر موهای سیاهش میکشه. بدین ترتیب زمان سپری میشد. هیچ کدوم نه حرکتی میکردن و نه حرفی میزدن. سرانجام جما میگه عزیزم به زودی مارتینی برمیگرده. شاید هرگز یکدیگر رو نبینیم. حرفی نداری که به من بگی؟ حقیقت رو به من بگو اگر تو کشته بشی و من زنده بمونم و هرگز کاملا یقین نداشته باشم که خرمگس سکوت میکنه همون موقع مارتینی باز میگرده خرمگس آماده رفتن میشه. برگی از دفترچه جیبیش پاره میکنه و چند کلمه با مداد روش مینویسه و میگه این آدرس جایی است که باید بره. و به دست جما میده. وقتی خونه رو ترک میکنه جما کاغذ رو نگاه میکنه که آدرس در اون نوشته شده بود. خرمگز زیر آدرس نوشته بود در اونجا همه چیز رو به تو خواهم گفت روز معود میرسه سینیور مونتانلی که برای دیدن مردم بیرون اومده بود ریوارز و دوستانش با لباس های مبدل مشغول رد و بدل کردن اطلاعات بودند که یکی از افراد میگه که افسران به دنبالشون هستند و ریوارز رو شناسایی کردن. وقتی افسران به خرمگس میرسن وحشیانه فریاد میزنن اون شیطون لنگ رو زنده یا کشته دستگیر کنید. اون ریوارزه. خرمگس و رفقاش مشغول تیراندازی میشن و با پوشش دادن همدیگه سوار اسب میشن و میگریزن تا اینکه نوبت به خرمگس میرسه ناگهان یکی از سربازان با صدای وحشت زده فریاد میزنه آلی جناب کشته خواهید شد مونتانلی فقط قدمی نزدیکتر میاد و روبروی تپانچه خرمگس قرار میگیره خرمگس ناگهان متزلزل میشه و دستش با تپانچه پایین میافته. این لحظه همه چیز رو تعیین میکنه. خرمگست بلافاصله فاصله محاصره و دستگیر میشه. مونتانلی توجه نمیکنه که چه حادثه رخ داده. فقط تلاش میکرد تا مردم وحشت زده رو آروم کنه. خرمگست رو به کاردینال میکنه و لبخند زنان میگه آلی جناب به شما تبریک میگم پنج روز بعد جما و مارتینی متوجه دستگیری خرمگس میشن رنگ جما حتی از قبل هم بیشتر پریده بود اونها تصمیم میگیرند تا نقشه بکشن و خرمگس رو فراری بدن یکی از اعضا میگه که اون رو به راوانا نخواهند برد چون برادرزاده فرماندار نظامی بریزیگلا به دست ریوار زخمی شده و اون یک درنده کینه و هیچ فرصتی رو برای انتقام گرفتن از دشمن از دست نمیده. اون کوشش خواهد کرد که ریوارس رو ادام کنه. در این راه اگرچه کاردینال در امور نظامی دخالتی نداره اما سرهنگ سعی میکنه نظر اون رو جلب کنه. اما اون با این گونه مجازات ها مخالفه. سرهنگ پیش مونتانلی میره اما مونتانلی موافقت نمیکنه که یک غیر نظامی با داوری یک دادگاه نظامی محاکمه بشه و اگر نگران فرارش هستن باید دقت بیشتری در نگهبانی انجام بدن اما سرهنگ میگه این مرد همه رو توی زندان مسهور ساخته از تعویض نگهبانان و تنبیه اونها خسته شده اما بیفاید است. نمیشه جلوی نامه بردن و آوردن اونها رو گرفت. طوری عاشقش میشن انگار که زنه. اون استعداد خاصی در در همشکستن شکیبایی یک مقدس داره. در بازجویی ها طوری صحبت میکنه که انسان گمان میکنه که افسر بازپرس مجرمه و اون قاضی. و زبانی همچون تیغ داره اما با چنان سیمای معصومی حرف میزنه که گویی دعا میخونه مونتانلی میگه میخواد خودش با زندانی صحبت کنه و اجازه نمیده که دادگاه نظامی در زمان صلح تشکیل بشه خرمگس رو نزد مونتانلی میبرن مونتانلی به خرمگس میگه ممکنه علت کینه خاصی رو که نسبت به اون داره توضیح بده چون احساس میکنه یک نفرت خصوصی نسبت به اون داره. خرمگس میگه که از کشیش ها متنفره. مونتانلی با حالتی بی میگه دشنام یک مطلب و تحریف مطلبی دیگر است. چون در خصوص جوابیه اون فرزند کلیسا مطلقا اطلاعی از هویت نویسنده نداشته و نداره. خرمگس سرش را به یک سو متمایل میکنه. لحظه با وقار به اون مینگره. سپس ناگهان قهقهه ای سر میده. مونتاندی از جا بلند میشه و میگه سینی و ریوارز شما خودتون هر دو طرف مباحثه بودید؟ خرمگز با چشمان درشت آبی و معصوم نگاهی میکنه و پاسخ میده خیلی مزهک بود. مونتاندی لبش رو میگزه و دوباره میشینه. از ابتدا متوجه شده بود که خرمگس سعی میکنه اونو عصبانی کنه. سپس به آرومی میگه اون تلاش میکنه که از شدت عمل نسبت به ریوارز جلوگیری کنه. به همین علت باید شخصا میدید که چگونه آدمیه. خرمگز میگه آلی جناب اعترافات اون رو شنیده و تا حدودی درباره اون میدونه. بعد صداش رو مثل اون زائر اسپانیایی تغییر میده و میگه من گناهکار بدبختی هستم مونتانلی متعجب میشه خرمگز سرش را با خنده کوتاه و ملایم به عقب تکیه میده و مادامی که کاردینال خاموش در اتاق بالا و پایین میرفت به تماشای اون میپردازه عاقبت مونتانلی در مقابل اون میایسته و میگه رفتاری با اون کرده که هر کسی نسبت به بدترین دشمنانش هم مردد میمونه اون به رنج نهانش دست یافته و غم یک هم نوع رو وسیله برای شوخی و مزحکه قرار داده. بعد زنگ رو به صدا در میاره تا خرمگس رو به زندان منتقل کنن. بعد از رفتن خرمگس مونتانلی هنوز بر اثر خشم میلرزید. لرزید. به نظر می رسید که خرمگس سایه وحشتناک از خودش به جا گذاشته بود. حراسی غیر قابل توصیف از وجود خیالی خرمگس از آن دهان متبسم وحشتناک و چشمان اسرارآمیزی که همچون آب دریای ژرف بود حتی شب نیز می ترسید که اون رو در خواب ببینه به همین دلیل تمام شب رو بیدار میمونه و به دعا می پردازه. خرمگس در زندان با خودش فکر میکنه شاید موفق به فرار بشه. شاید هم میکشتنش. به هر حال دیگه پدر رو نمیدید. چند روزی گذشت. شبی موقع شام متوجه میشه که در نان یک دست سوهان کوچیک پنهانه. سوهانها رو در یک قطعه کاغذ که چند کلمه بر روی اون نوشته شده بود پیچیده بودن. اون شب در دژ باز گذاشته شده بود و همه چیز آماده بود. اما فقط همین یک فرصت رو داشت و فقط میبایست میله های پنجره رو با سوهان ببره. در نیمه شب خرمگست مشغول بریدن میله ها میشه. سرش گیج میرفت. تمام بدنش درد میکرد. حس میکرد در حال مردنه. برای اولین بار از زمان مرتد شدنش دست به دعا میبره. میدونست این تنها فرصته. در منتهای های نومیدی به دعا میپردازه. به همه چیز دعا میکنه که موفق بشه و تمام میله ها رو با مشقت زیاد میباره. چند ساعت بعد فرماندار به دیدن مونتانلی میره و میگه که حادثه مهمی رخ داده. ریوارز نزدیک بود موفق به فرار بشه تمام میله های زندانش رو بریده اما در حیات درست پهلوی دروازه آهنی کوچیک از حال رفته بود یکی از سربازها پیداش میکنه معلوم نیست به چه دلیل از حال رفته الان هم بیهوشه یک هفته از فرار ناموفق خرمگس میگذره و در تمام این مدت خرمگس در حالت بیهوش در خواب بار دیگه فرماندار به دیدن مونتانلی میره و ازش میخواد تا قبل از جشن پنجشنبه اجازه بده تا یک دادگاه نظامی ریوارز مجازات بشه چون در جشن ممکنه طرفدارا شورش کنن و باعث جنگ و نزا بین مردم بشن و طبق شایعات بیم فرارش در اون روز بسیار زیاده در صورت بروز هر کدوم از این اتفاقا هیچ مسئولیتی قبول نمیکنه و تماماً کاردینال مسئوله. مونتانلی صلیب روی سینش رو به سرهنگ میده و میگه از اونجایی که ازش میخواد به مرگ یک انسان رضایت بده اگر به خدا اعتقاد داره سوگن بخوره که هر چیزی درباره مخاطرات وجود ریوارس در زندان گفته درسته و بگه که معتقده که راه دیگری برای جلوگیری از خونریزی بیشتر وجود نداره. سرهنگ مبهوت به اون مینگریست. اون درست نمیتونست نتیجه گیری کنه که کدوم یک دیوانه هستن. اون یا کاردینال. فرماندار پس از مکسی کوتاه خم میشه و برسری بوسه میزنه و میگه که به اون معتقده. مونتانلی میگه بعد از دیدار با ریوارز پاسخ قطعی رو میده. فرماندار میگه اون هم درخواست ملاقات با کاردینال رو داره. مونتانلی از اینکه فرمانده خواسته ریواز رو اطلاع نده خشمین میشه و میگه همینک به دیدنش میره. خرمگس وقتی میفهمه مونتانلی اومده متشنج از جا میپره و با لحن سرد، خشک و آمرانه ای میگه که میدونه که فرمانده ازش خواسته که اجازه تشکیل دادگاه نظامی رو بده. کاردینال با سیمای موقر میگه اینکه خرمگس چطوری متوجه این موضوع شده مهم نیست ولی کاملا درسته چون از اقدامات دوستان خرمگس بیمناکه به خاطر همین کاملا سریح صحبت میکنه خرمگس با تنه میگه که آلی جناب همیشه به صداقت مشهور بودن مونتانلی ادامه میده که خطر اقدام مسلحانه وجود داره اما سرهنگ به سبب خصومت شخصیش با اون محتملا خطر رو بزرگ جلوه میده اگر موافقت کنه ریوارز رو میکشه اگر امتنا ورزه خطر کشتار افراد بیگناه رو موجب میشه خرمگس میگه که مسلما اون رو بکشه و افراد بیگناه رو نجات بده این تنها تصمیمیه که یک مرد مسیحی میتونه بگیره. مونتانلی میگه که تصمیم گرفته که دست به عمل بی سابقه ای بزنه و اونم این که همه چیز رو برای ریوارز شرح بده و مسئله رو به خودش واگذار کنه. اکنون به عنوان انسانی نزد انسان دیگه اومده. انتظار نداره که ریوارز نقشه خودش و دوستاش رو بگه. اما نمیخواد دستاش به خون آلوده بشه. آنچه که از حرفه ریوارز میدونه در نظرش بد و شریران است. همچنین مدتها بر این عقیده بوده که اون گستاخ، متجاوز و بیمسلکه. ولی در طول دو هفته اخیر بهش نشون داده که مرد شجاعیه و میتونه به یارانش وفادار بمونه. همچنین سربازان رو وادار ساخته که دوستش بدارن و این کار هر کسی نیست و فکر میکنه در درونش چیزی بهتر از اون که به ظاهر نشون میده وجود داره حالا بگه که اگه به جای اون بود چی کار میکرد سکوتی طولانی برقرار میشه سپس خرمگس میگه که اون حداقل درباره کارها شخصا تصمیم میگرفت و متحمل عواقب اون نیز میشد و با اون بزدلی مسیحی دزدانه پیش مردم نمی رفت و از اونها نمی خواست که مشکلاتش رو باسش حل کنن. این ضربه چنان ناگهانی بود و با شور و حرارت خارق العاده ای وارد شد که چنان با ظاهر بیروح لحظه قبل تضاد شدیدی داشت که به نظر می رسید اون نقابی از چهره برداشته. خرمگس با خشونت ادامه میده اونها به عنوان مرتدین بر این عقیدن که اگر مردی ناگزیر از تحمل چیزی باشه باید اون را به بهترین وجه تحمل کنه وگرنه وای بر احوالش اگر یک مرد مسیحی موی کنان به خدا یا مقدسین خود روی بیاره و اونها یاریش نکنند آنگاه متوجه دشمنانش میشه در نهایت کاردینال تنها یک مرتد رو خواهد کشت و این بدون تردید جنایت عظیمی به شمار نمیره. آنگاه به نفس نفس میفته و سپس ادامه میده اون وقت شما دم از ظلم میزنید. اون سرهنگ احمق اگر یک سال هم تلاش میکرد به قدر کاردینال نمیتونست آزارش بده. اون مغز نداره. همه اون چه که فکرش میره تنگتر کردن بندهای زنجیره هنگامی که نمیتونه تنگ تر ببنده آجز میمونه. اما کاردینال میاد میگه لطفا حکم مرگ خودت رو امضا کن. من بیش از اون نازک دلم که بتونم شخصا این کار رو بکنم. این تدبیر به فکر یک فرد دیندار میرسه. یک مسیحی نجیب و دلسوز که از دیدن قفل و زنجیر رنگ میبازه. باید همون موقع که همچون فرشته رحمت حیرت از وحشیگری سرهنگ اومده میفهمید که شکنجه واقعی در شرف وقوعه پس به سرهنگ بگه که تونه اونو بکشه و کاردینال در آسودگی زندگیشو بکنه خرمگز از شدت خشم و نومیدی دیوونه شده بود بریده بریده نفس میکشید و میلرزید مونتانلی خاموش به اون مینگریست او مفهوم این سرزنش های جنون آمیز رو درک نمی کرد و میگه قصد نداشته که بار خودش رو بر دوش اون بندازه. خرمگس با چشمان شرربار فریاد میزنه دروغه. در مورد مقام اسقفی چطور؟ اون رو فراموش کرده؟ از یاد بردنش بسیار آسونه. آرتور اگه مایل باشی خواهم گفت که نمیتوانم بروم. اون باید در سن 19 سالگی برای زندگی کاردینال تصمیم می گرفت. آیا پدر متوجه نمیشه؟ مونتانلی که میخوره. به نجوا میگه کاشون نباشه. خدایا هر چیزی جز اون. از دو دست متشنج اون رو در دست میگیره و میگه پدر هرگز نمیخواد قبول کنه که اون واقعا غرق نشده. دست های ناگهان سرد و خشک میشه. لحظه ای همه چیز در سکوت مرگ فرو میریزه. آنگاه مونتالی بر زمین زانو میزنه و چهرش رو در آغوش خرمگز پنهان میکنه. اونها زمان و مکان و مرگ و زندگی رو از یاد برده بودند. حتی فراموش کرده بودند که مورد خسم یکدیگرند. مونتانلی زمزمه میکنه آرتور آیا واقعیت داره آیا از مرگ به سوی من بازگشته ای؟ سرش رو بر دست مونتانلی نهاده و آرمیده بود خرمگز آه عمیقی میکشه و میگه آره و اون ناگزیره که یا با آرتور بجنگه و یا بکشدش مونتانلی میگه کارینو بارها لحظه بازگشتت رو در رویا دیده بودم. اکنون نشونه ای بده تا بدونم که خواب نیستم. خرمگست میگه که در کشتی کالابر مخفی شده و به آمریکای جنوبی رفته. اون هم بارها پدر رو در خواب دیده. ازش کمک خواسته. اما اون قبول نکرده و اون پیکر چوبی روی دیوار به آرتور میخندیده. این گونه می که چاپلوسی کردن از خداش مهمتر از نجات اون بوده و بین اونها تا زمانی که ایمان داره چیزی جز جنگ نیست مونتانلی میگه چطوری ایمان نداشته باشه وقتی بعد از این همه سال دعا آرتور رو بهش برگردونده اون هم در حالی که فکر میکرده اون رو کشته خرمگست میگه که هنوز این کار رو در پیش داره خرمگز فریاد میزنه. مونتانلی کدوم یکی رو بیشتر دوست داره؟ خدا رو یا آرتور رو؟ مونتانلی میگه که آرتور رو دوست داره. فقط اندکی بهش رحم کنه. خرمگز میگه وقتی که اون با دروغهاش این بلا رو سر آرتور آورده بهش رحم کرده؟ این دوست داشتنش برای آرتور گرون تموم شده. آیا اونقدر دوستش داره که به خاطرش خداش رو رها کنه؟ چون اون هم مانند مسیح 5 سال به صلیب کشیده شده بود مونتانلی در مونده میشه و در زیر سیل آتشین یعس خرمگس انگار که به زیر شلاق افتاده بود خرمگس میگه که اگر اون رو دوست داره صلیب رو از گردنش باز کنه و با هم از مرز فرار کنن و بعد آرتور رو به عنوان پسرش به مردم معرفی کنه اما اگر اون بت چوبی رو دوست داره درخواست سرهنگ رو قبول کنه و بعد اونو از مصیبت دیدارش رها کنه. مونتانلی با لرزشی اندک میگه کمکش میکنه تا به کمک دوستاش از زندان و مرز فرار کنه. اما نمیتونه باهاش بیاد چون کشیشه. خرمگس میگه که از کشیش ها کمک قبول نمیکنه باید یا از کشیش بودن دست بکشه یا اون. اما این عشق رو با اون سهیم نمیشه چون پس مونده اون رو نمیپذیره. اگر از آن اون بشه به آرتور تعلق نداره. و میگه انسان در 19 سالگی به چه نحو لذت بخشی جوونه. برداشتن یک چکش و خورد کردن اشیا بسیار سهله. اما اکنون اون زیر چکش قرار گرفته مونتانلی میگه نمیتونه درخواست اونو قبول کنه اما هر کاری انجام میده تا اون فرار کنه بعدم خودش رو میکشه اگه اینجوری اون راضی میشه خرمگس دستهای های مونتانلی رو به چنگ میگیره و اونها رو غرق در بوسه های سوزان و اشک میکنه و میگه که همراهش بره و قدم در روشنایی بذاره اون همیشه پدر رو دوست داشته حتی اون زمانی که اونو کشته آیا میخواد بار دیگه اونو بکشه؟ مونتانلی دستش رو میکشه و فریاد میزنه بر من رحم کن تو چشمان مادرت رو داری سکوتی عجیب طولانی عمیق و ناگهانی اون دو رو فرا میگیره در فلق خاکستری چشم در چشم یکدیگر دوخته بودند و قلب هاشون بر اثر حراس از تپش باز ایستاده بود. بعد مونتانلی به نجوا میگه که دیگه چیزی برای گفتن نداره یا امیدی که بهش بده خرمگس میگه که اون انسان نیست یک خنجره اگر بذاره زنده بمونه خنجرها رو تقدیس کرده مونتانلی رو به صلیب میکنه و میگه خدایا این رو بشنو صداش بدون پاسخ در خاموشی توهی فرو میره خرمگس میگه که بلندتر صداش کن شاید خفته باشه بعد مونتانلی گریه سر میده لرزشی شدید سرابهای خرمگس رو فرا میگیره و عرق سرد بر تنش مینشینه اون معنی این گریه رو میدونست بعد میگه میفهمه گناه از پدر نیست خداش گرسنه است و باید که سیر بشه. مونتانلی سلول رو ترک میکنه. در تمام طول شب خرمگس در تاریکی حق, حق کنن کنند میگریست. دادگاه نظامی در صبح روز سهشنبه تشکیل میشه. کار بسیار مختصر و سهلی بود. با یک تشریفات مخفی که به زحمت 20 دقیقه طول کشید. مونتانلی موافقت غیررسمی خواسته شده رو به دادگاه فرستاده بود حکم با متانتی شایسته برای مرد محکوم خونده میشه خرمگز ساکت گوش فرا میداد کلمات تیرباران میشود ظاهرا تاثیر چندانی بر او ننموده بود وقتی اون رو به سلول بازگردوندن به سرهنگ که فردا دستها و چشمهاش رو نبندن چون آروم خواهد ایستاد در طول آفتاب صبح چهارشنبه خرمگس رو به حیات میارن. سربازان تفنگ در دستهاشون میلرزید. صدفان میگه به جای خود حاضر خرمگس به جاش میگه آتش. غیر قابل تحمل بود که این مرد فرمان مرگش رو خودش میده. بعد از چند بار تیراندازی خرمگس به زمین میفته. کاردینال بالای سرش میرسه و خرمگس میگه پدر خدای شما راضی شده و بعد میمیره چند ساعت بعد خبر به مارتینی میرسه مارتینی دور از چشم جما نقشه فرار دیگه در فردای اون روز ترتیب داده بود مارتینی نمیدونست چطوری این خبر رو به جما بده که ناگهان جما نزدش میاد و میگه که همه چیز پایان یافته اون رو تیر بارون کردن مونتانلی در برابر مهراب رفی ایستاده بود و با لحنی یک نواخت اشای ربانی را بلند میخواند او به شدت بیمار به نظر میرسید در تمام حرکاتش یک بیروهی آروم و عجیبی دیده میشد. ناگهان دستهاش رو به نشانه سکوت از هم باز می کنه. مونتانلی می خواست سخنرانی کنه. این عمل برخلاف معمول حتی برخلاف نظم بود. اما اگر کاردینال میخواست به اون اقدام ببرزه، امتیاز ویژه‌ای بود. همه جمعیت با سکوتی محض به اون چهره رنگ پریده روی پلکان مهراب خیره می نگریستن. آروم و یک نواخت شروع به صحبت می در انجیل از قول یوحنا چنین اومده. خداوند چنان به جهان مهر می ورزید که پسر یگانه اش را داد تا جهان نجات یابد. اما کدوم یک از شما به مصیبت خدا که پسرش رو قربانی داد فکر کردید. کدوم یک از عذاب خدا آگاهید؟ من به چشمان پسر عزیزم نگریستم و او به خاطر شما مرد دیگر بازخیزی وجود نداره و من دیگه پسری ندارم شما اون رو کشتید زیرا نمیخواستم بذارم شما بمیرید ولی اکنون که به سناهای دروغین و دعاهای ناپاکتون به سوی من میاید پشیمونم پشیمونم که این کار رو کردم. بهتر بود که شما میمردید و اون زنده میموند. اکنون من بانگ میزنم اما اون نمیشنود. بر در گور میزنم ولی او بر نمیخیزد و شما خون اون رو می نوشید. بعد جام و نان مقدس رو به زمین پرت میکنه. روحانیون دست مرد دیوونه رو میگیرن و اون رو میبرن. ده روز از مرگ خرمگس میگذره جما در این چند روز ده سال پیرتر و موهای سفیدش بیشتر شده بود تا اینکه یه روز مردی نامهای برای جما میاره که خرمگس شب قبل از تیربارونش نوشته بود نامه با دو کلمه انگلیسی شروع می شد. جیم عزیز یادداشت ناگهان تیره تار شد. و اون یک بار دیگه آرتور رو از دست داده بود. از دیدن اون نام خودمونی کودکانه و آشنا همه نومیدی های داغ دیدگیش اون رو فرا گرفت. شروع به خوندن نامه میکنه. سپید دم فردا تیربارون خواهم شد. بنابراین طبق قولی که دادم باید همه چیز رو به تو بگم. اگرچه برای من و تو نیاز چندانی به توضیح بسیار نیست. ما همواره یکدیگر را بدون ادای کلمات بسیار درک می کردیم. حتی آن زمان که موجودات کوچکی بودیم. عزیزم، بدین ترتیب می بینی که نباید بر سر اون ماجرای قدیمی سیلی غمی به دل راه بدی. البته ضربه سختی بود. اما ضربات بیشمار دیگری با همان سختی بر من وارد اومد ولی به طریقی اونها رو تحمل کردم تو و مارتینی بدونید که من کاملا خوشبخت و راضی هستم و از سرنوشت چیزی بهتر از این نمیتونم بخوام این رو به عنوان پیامی از من به مارتینی بگو او مرد و رفیق خوبی است من مانند کودکی که برای گذراندن تعطیلات به سوی خانه حرکت میکند شاداب و سبکبال بال به پای چوبه ادام خواهم رفت. من سهم خودم را انجام دادم و این حکم مرگ شاهدی است گویا. اونها منو میکشند زیرا از من در حراسند و آرزوی قلبی یک مرد بالاتر از این چی میتونه باشه؟ جما من تو را از زمانی که دخترک زشتی بودی رو پوشه کتانی و دستمال گردن خشن میپوشیدی و گیزهای بافتهی بر پشت داشتی دوست می داشتم و هنوز هم دوستت دارم. اون روز که با نیرنگ بی شرمانهی بر دستت بوسه زدم تو باید اون رو ببخشی. اکنون نیز بران نقطه از این نامه که نامت را نوشتم بوسه می زنم. بدین ترتیب تو را دوبار بوسیدم و هر دوبار بدون رضایت تو. خدا نگهدار عزیزم. در پای نامه جز یه شعر کودکانه قدیمی امضایی وجود نداشت. نیم ساعت بعد مارتینی به اتاق داخل میشه. جما رو میبینه که روی زمین افتاده و حق, حق کنان گریه میکنه. مارتینی آگهی دیواری رو که همراه داشت به زمین پرت میکنه و جما رو در آغوش میکشه و میگه که چه خبره چون اون هیچگاه گریه نمیکرد و ازش میخواد که اینگونه گریه نکنه. جما به سرعت نامه اشکالود رو در جیبش میذاره و از جا بلند میشه. مارتینی خاموش میمونه. پس از این همه سال احساسش رو لو داده بود ولی جما حتی توجهی هم نکرده بود. جما پس از مدتی ضمن اینکه برخودش خودش مسلط شده بود میگه که ناقوس کلیسای جامعه نباخته میشه. باید کسی مرده باشه. مارتینی آگهی دیواری رو به جما میده. یک آگهی با هاشیه سیاهی بود که با حروف درشت و عجولانه به چاپ رسیده بود و روی اون نوشته شده بود آلی جناب کاردینال مونسینیور لورنزو مونتانلی اسقف محبوب و گرامی ما به طور ناگهانی بر اثر سکته قلبی در راونا درگذشت. کتاب خرمگس به پایان رسید. امیدوارم که از شنیدن این کتاب لذت برده باشید. لطفا کتاب های خوب رو به من پیشنهاد بدید تا همه بتونیم از داستان های زیبا لذت ببریم. پادکست کتاب داستانی به صورت ماهانه منتشر میشه و شما میتونید اون رو در همه اپلیکیشن های پادکست گیر و کانال تلگرام ما گوش بدید و برای دریافت اخبار پادکست ما به اینستاگرام میگذارد